سلام با شما عزیزان بیننده، خدا کنه همتون صحتمند و سرحال باشید. بیننده عزیز، امروز ما آمدیم اینجا که در جویشی کتاب فروشی های اینجا است که اینا امروز تظاهرات کردین. ای که به خاطر چی و چرا اینا تظاهرات کردین، میریم از نزدیک با ما باشین، از شان میپرسیم که به خاطر چی و چرا اینا تظاهرات کردین و همه دکان ها هم بسته هستن. شعارهایی که اینا اینجا زدین، دادخواهی اتحادیه ناشرات و کتاب فروشان جویشیر کابل به خاطر تخریب یگانه مرکز نشر علم و فرهنگ در کشور، یعنی معلوم شد که دکانای اینا را تخریب میکنه و دکانایشون از اینجا میبرداره. دلیلش پرسان میکنیم که دوستای ما اینجا جمع شده، این دکانای را کی میبرداره، کی دکانایشون از اینجا جمع میکنه و تخریب میکنه، ازشان میپرسیم. و اینا که دست به تظاهرات زدیم، دلیلش چی بوده؟ آیا به تظاهرات اینا رستگی شده، کسی به گپایشان گوش کرده و یا که خیر؟ پس با ما باشین دوست عزیز، ما پیش میریم ببینیم که این هموطنای ما که در اینجا هستن اینا چی نظری دارن و چی میگن. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت خوب و سلامت هستین؟ چی گپ است؟ چرا دکاناتون امروز بسته است؟ دکانا را اینجا را شهروال گفته که بسته کنین، جای دیگه داده، جای ندادن به خاطر اینکه نمیخوام تمام ما اینجا دادخواهی کردیم از خاطر مرکز فرهنگ نیست. خب جای برای شما کدام جای مشخصی گفتن؟ جای مشخص نگفتن. از طرف شاروالی برداشته میشه؟ از طرف شاروال برداشته. دلیلش فهمیدین چرا ایده را میبردارن؟ میگن سایه سبز میشه، مرکز علم و فرهنگ اوس میکنن، سایه سبز جور میکنن. دکان براتون که از شما از اینجا میبرداره، دیگه جایی هم برای شما نداده، حالا براتون چی میگه؟ آیا کسی از حکومت براتون آمده اینجا؟ هیچ چیز نمیگه، میگه زودتر از اینجا انتقال بدین، جای هم خود دولت بر ما نمیگه. چی تصمیم دارین شما؟ چی میگه؟ ما از خاطر این دادخواهی برآمدیم، در اینجا هم جمع شدیم. تو هنوز کدام نتیجه گرفتیم؟ هیچ نتیجه تا حالا هنوز نگرفتیم. اگر نتیجه نگیری و این نتیجه نتا این دادخواهی تا چی میکنین از این بابا؟ ادامه میتیم تا یک وقتی که یک از طرف دولت بیایه، یک به دادخواهی ما اینجا جواب بدن. موفق باشین انشالله که کتاب فروشی است جای خوبی است که اینا را نبردارن. اما این حکومت تصمیم گرفته، اما دلیلش ما هم نمیفهمیم که چرا حکومت این کار را میکنه. بخیر باشین، تشکر. سلام علیکم. آیسب خوب هستین؟ صحت خوب است؟ سلامت هستین؟ آیسب خودتان هم اینجا یکی از کتاب فروش هستین؟ بله، ما یکی از کتاب فروش ها و ناشرای همین کتاب فروشی نای دوی شهر کابل که در موقعیت ما در جویشیر است، همینجا من کتاب فروشی و ناشر است. امروز خودتان که میبینیم برای این هموطنان ما یک جا شدی، دست به تظاهرات خودتان هم زدین، دلیلش همیشه بگین که چرا؟ دلیلش اتر از برادر محترم که تقریبا در روز طولانی است که ما اینجا هم از قرآن مالیه میتیم. در جهان کس از قرآن مالیه نمیته، از مواد خوراک هم کس مالیه نمیته. ما هم مالیه دادیم، هم کرا دادیم، ولی حالا به اصطلاح نو خداگا بر ما میگه که شما غرفه تان بری، غرفه خود نده، خانه ما جای میشه، نه کدام مارکتی، نه کدام جای بوده میتونی و ما کتاب خود کجا ببریم. فقط ما کدام گروه زد دولت نیستیم، ما مردم فرهنگی سیم، ما مردم هستیم که اهل قلم هستیم، اهل ادب هستیم و ما فقط از دولت فقط یک تقاضا داریم که بر ما جای مناسبی برای کتاب فروشی بر ما بدیل بتن. دیگه ما کدام نه سرک مزدود ساختیم و نه کدام چیز را در دادیم و نه کدام عمل غیر انسانی یا ضد دولتی هم کردیم و نه میکنیم. فقط مردم فرهنگ است، مردم فرهنگی سیم. جنگ ما با قلم و با کتاب و با قرآن پاک است و اگر اینا بخواین که قرآن ها را در روی سرک برسن، با دو اخ امکان داره که اگر باید میتونیم که ما از کتاب خود، از دین خود، از آیین خود دفاع بکنیم. اگر این را بخواین که یک فابریکه جور بکنن، ما حاضر هستیم این بره بر دولت اعلام میدیم. اگر بخواین که یک مرسون جور شود به خاطر بچه های یتیم، به خاطر یا به خاطر یک مکتب جور شود، یک مدرسه جور شود، ما حاضر هستیم. در غیر از او که میخواین یک گستاوز جور کنن، ما شما کدام گستاوز آقا زبان عاجز میمانه که ما شرح کنم براتون گستاوز یعنی چی؟ به گستاوز ما اجازه را نمیدیم. خواهی سه بس شاروالی کابل تا هنوز کسی آمده برد پیش شما؟ اینجا گپای از بیادر که شاروالی نایه ها که شما در تماس بودیم، بزرگای ما رئیس داریم در رأس اتحادیه ما، اونا رفتن قناعت از اونا فرام نساز، اونا می به اصطلاح مرغشان یک پای داره، همین میگن که شما دین وردارین، همین وردارین کجا میشه؟ حالا از اگه غرفه تقریبا سی فامیل اجا نان میخوره، ما چطور کنیم؟ شما بر ما بگوین، ما بر ما فقط ما نه جنگ داریم، نه دعوا داریم، نه کدام زوراور هستیم، نه کدام قدرت داریم، فقط قدرت معنویت پیش ماست
بس خلاص ما هم قدمی تقاضای ما همیست که بر ما جای بدن که ما غرفه خود بره میجه کتاب فروشی بکنیم دیگه اگه یک کدام جای مناسب جور شد یک فابریکا جور شد که پنج تا یه بدر پنج تا جوان بدر به خاطر یک موبایل کشته نشن به خاطر تجهیز تربیت از اگه یک فابریکا جور شد و کونا در کار بین یه خوب است ما این کار میتیم اگه کدام مکتب جور شد مدرسه جور شد مدرسون جور شد شفاخانه جور شد ما حاضر هستیم بدر به خاطر ملت خود ما کتاب فروشی رو صرف نظر میکنیم خیر مو جبه ولی تا جایی که ما خبر هستیم گست هاوس است و مچ دانس است و این گپاست اینو ما اجازه نمیتیم که واسه قران جبه نفهمیدیم میگه همین جور میکنن هتل جور کنن هتل جور میکنن فکر میکنم نه فهم ما تو بلند منزل جور میکنن نیرم کسی میگه آقا خان خریده آقا خان افغانستان طبیعت افغانستان هم نداره ما نمیشناسیم او به اصطلاح پیش ما هویت افغانی نداره ما نمیشناسیم میشم حالا خوی عمده و پرچون کل چی فروخته شده سینما پامپیر هم خریدن اینجا هم میخرن جای دیگر هم میخرن ما نمیفهم کی است آقا خان از کجا است مرد از زن است ما هم کمی مایس معلومات دارم این طرف سینمای پامیر یک مارکت آریانوس ایران میگن که امی آقای خان خریده و ایران میخواین که تخریب بکنن در کنار از این کتابخانه را میخواین تخریب بکنن آیا آقای خان بر شما آمده کسی روان کرده کی است چی گفتن نشناختیم نمیشناسیم میشم کسیش نامد آقای خان خوجه نیست فکر میکنم میگن که بدر در اروپا است دیگه ما نمیفهمیم دیگه نال بدر برام مقدر شو که برام فقط یک بدیل بتن بسم الله الرحمن الرحیم دیگه ما نکدام دای داریم نکدام جنگ داریم نکدام چیز دیگه داریم چرا اینجا تقریبا 100 چند غرفه است از 100 غرفه فی نفر شما حساب کنید تعداد فامیلش حساب کنید 10 نفر به چقدر هزار نفر میرسه دیگه نال شما کوشش کنید بدر که همین صدای ما رسید رسانه ها شما بیجه که اومدین تشکر سپاسگزار میکنم سپاسگزار هستم تشکر لطف کردین که صدای ما را به مردم و به مقامات زیسلا رساندین تشکر لطف میکنین شما صاحب خوش آمدین صفا آوردین صاحب بخیر باشین شما هم کدام گفتنی دارید دوست محمد قابل گوی هستم یک تن از کتاب فروش های شهر سلام ما به خاطر اینجا جمع شده 20 درصدش به خاطر مادی است و 80 درصدش بود معنوی داره به خاطر از اینکه در هر کشور برای حرمت کتاب برای همین ارج گذاری به کتاب یک سبسایگی برای کتاب فروش ها و برای کسایی که عرضه کتاب میکنه قائل است اما در کشور ما بدون از این اول فهمی آلان مساعد نیست غرفه های هست که توی در دوست در تابستان از گرمیش ما اذیت میشیم در تابستان از سردیش و حال ما هم در این قناعت داریم صرف همه قدر میخواییم این نه کدام بود سیاسی داره و نه کدام ما مردم احتجاجی هستیم و نه کدام را مزدود میسازیم فقط و فقط در بدیل ازمی به حرمت کتاب چیزی که در اجتماع ارج داره بر ما یک بدیل بتکمی مردم مردمی که در سطح پایین زندگی میکنه یک کتاب رو به سهولت به دست بره چرا این مارکت هست که در تمام روز در طول روز همون مردم هایی که بوترنگ میکنه یا تبنگی است یا کرچیوان است کتاب به سهولت به دست میاره او کسی که مثلا کتاب را که زندگی بهتر داره میره از یک دوکان یا از یک مغازه کتاب که دیجه 50 افغانیز میشه 500 میخره ما صرف به خاطر همین میگیم که همین بدیل ازی بر ما داده شود که مردم به سهولت کتاب به دست بیاره شما با شهروالی کابل مراجعه کردین از اضافه تر از 20 بار مراجعه چی میگن در جواب؟ بعض وقت یک جای پیشنهاد کردن در نایه نو پیشنهاد کردن و بالاخره نتیجه به این شد که دیروز یک کرنشان آمد بدون از اینکه کدام بدیل برای ما بپردازه چند غرفه ما را تخریب کرده به اون خاطر ما اینجا یک گردنمایی کردیم تا آواز خود از طریق شما برازون برسه خب خواست شما چی است شما کجا را میخواین چی جایی را میخواین شما که باید اونجا برای شما جای بده تا شما اونجا فعالیت بکنید قسمی که قبلا من عرض کردم ما اینطور جایی را نمیخواهیم که مثلا در یک نقطه دورتر از شهر باشه جایی باشه که تمام مردم همه کتاب به یک سهولت به دست بیاره یک جای مناسب باشه یک جایی که از مرکزیت عمومی باشه بتونه یک محصل یا یک متعلم یا یک اهل کتاب به سهولت هم رو به دست بیاره سر خب بی دکان ها که جمانده شده بود از طرف شخصی بوده و یا از طرف حکومت بیتر از لالا جان اتفاقا ما هم از بنی های ازمی مارکت هستم در سال 1374 توسط وزیر اطلاعات فرهنگ ایساق دلجو حسینی بود از طریق از او به شاروله پیشنهاد شد و ای در چاله ملک اغذر بنا نهاده شد در اوجه ما 5 سال خدمت کردیم وقتی که آقای کرزر به عریقه قدرت تکیه زد باز ما را انتقال دادم در اینجه مدت 18 سال میشه که ما در اینجه نقل مکان کردیم و کرایش مالیات مثلا تمام قوانینی که از طرف شاروله یا وزارت مالیه و وزارت اطلاعات فرهنگ نافذ است ما اونمون را اجرا کرده برشان میپردازیم
این نیست که کرایه سر داده باشه. کرایه برای حکومت میپردازیم یا شخصی؟ نه برای بر حکومت، برای نوعیت. دکان ها از طرف حکومت مانده شده بسیار. دیگه در آخر همه قدر ما میگیم که ما ایتو در مخالف سرسبزی شهر خود نیستیم. ما میخواهیم که شهر ما پاک، زیبا، منظم باشه، اما در پولیش یک حرمت کتاب باید مد نظر گرفته شود، مانند سایر کشورهای اسلامی و یا غیر اسلامی. یک حداقل یک ارج برای این کتاب قائل شود دولت. ما اگر سبسایگی نمیخواهیم، صرف همقدر یک کرایه مناسب و یا یک محل مناسب که تا اولاد غریب بتونه که این کتاب رو به سهولت برسونه. همه قدر از خواست. تشکر، ما خیر باشه. تشکر، ما خیر باشه. سلام علیکم. و علیکم خوب هستین؟ صحت شما خوب است. تشکر از آمدن شما که خواستین یک قضیه کتاب فروش ها و ناشرای افغانستان بویژه جویشی را رسانه‌ای بسازد. من سید احمد سعید هستم، رئیس اتحادیه ناشران افغانستان. توقع ما از دولتی است که نظر به ماده های قانون رسانه ها زمینه ساز به فعالیت صنف های مختلف باشه، به ویژه کتاب که معنویت یک کشور تمثیل میکنه. با تاسف که نه تنها که زمینه را مساعد میسازند، بلکه به مشکلات و چالش ها دیگه می افزایند. ما تقاضای ما از دولتی است بر مبنای قانون، بی قانون نه، بر مبنای قانون شرایط فعالیت ما را بر ما مساعد بسازه تا ما بتانیم در کشور خدمت بکنیم. شما در جریان هستین طوری که انسان از بود مادی و معنوی تشکیل شده، اینمیتون روح تغذیه انسان هم به مادی و معنوی ضرورت داره. ما بود معنوی کشور تغذیه کننده هستیم و او بر مبنای کتاب است. کتاب شالوده اندیشه انسان هاست، پل ارتباط در بین جامعه بشریت است. وقتی که ما بازارچه کتاب در افغانستان نداشته باشیم، در ماستر پلان خود بازارچه کتاب نداشته باشیم و شرایط هم بالای کتاب فروش ها و ناشرهای خود تنگ بسازیم، چالش برشان ایجاد بکنیم که اینا از ساحه بخیزن و دور شون و تهدیدشان بکنیم، من نمیفهم که این قانون در افغانستان چه وظیفه داره، این ملت چی میکنه، این حکومتی که زمین ساز به خاطر فعالیت مردم است چی میکنه. تقاضای ما در نخست از خود رئیس جمهور و معاون صاحب رئیس جمهور، در ثانی از شاروال صاحب محترم و از کسایی که دستن در کار در قضیه هستند و از وزارت دادفرهنگ ای است که زمینه را بر ما مساعد بسازن تا ما بتانیم خدمت فرهنگی در جامعه در کشور خود تقدیم بکنیم. و اگر این شرایط بالای ما تنگ بگیرن که از دو سه ناحیه فعلا از دو سه محله میخوان جواب بگیرن، جویشی را جواب گفتن، پل باقی عمومی را جواب گفتن، یوسفی مارکت جواب گفته شده، پس این ملت، این بیچاره مردمی که خدمت معنوی میکنن در کجا بروند؟ و آیا شرم‌آور نیست به این دولت و به این حکومتی که در یک بود فرهنگی که چهار دانه غرفه را در جویشیر مساعد ساخته برای ناشرا به کتاب فروش شد، همین جناب تهدید بکنه بگه شما از یه بخزینه برید؟ اگر به این باور هستند که این آقا خان آباتی میکنه و چند سال بعد به دسترس یه قرار میده، کی میفهمه که چند سال بعد آقا خان رو میسازه؟ بله آقا خان بلاک های پانتون کابل هم گرفت، ساحه زراعت هم گرفت، ساحه تعلیم و تربیت هم گرفت، در ساحه کارت سخی گذشته 6 7 سال میگذره تا اون روز یخش سر خش نمونده. کی بر ما تضمین میده که آخوند در ظرف 6 ماه یک سالی ساحه را آبادی میکنه؟ باز کی تضمین میده که آبادی میکنه پس به کتاب فروشا میده؟ لطفا این شرایط بالای ما تنگ نگیرن، قید نگیرن، بگذارن که کتاب فروشا در اینجا خدمت بکنن. اگر میگن جای مناسب و بدیل را برای شما در نظر گرفتیم، لطف کنم جای مناسب بدیل بر ما بدن. درست است، ما اعتراض فراقانونی نداریم. انشالله ما اگر تونستیم که نظر شاروال هم بگیریم، ببینیم که شاروال چی میگن. تشکر از شما. سلامت باشید. بخیر باشید. یک موضوع برادر، این یک ادعا است که جای خدای نکرده طرف شاروال سه محترم میگه که خدای نکرده جای یک جای اشغال شده است و یک جایی که بزرگ خود از جا غصب کرده. ما قسم که پیشتر برادر دیگه ما گفت در طول 18 سال با تمام شرایط بد ناگوار محیطی، امنیتی، صحی تا زانوی در مواد فضله بودی را پاک ساختیم، سهر سرسب ساختیم و با یک بازرچه تبدیل شده. ما در این مدت 18 ساله که دیان داره کار فرهنگی ما، کرایه میتیم به دولت خود، مالیه میتیم، صفاییش میتیم، تکس کتاب میتیم و دیگه چهار پول در بدل یک کتاب ما آنجا تقدیم میکنیم. این یک خدای نکده کنم جای اشغال شده یا کنم جای بزرگ گرفتار شده نیست. بیشتر از دوستایتون گفتن اینجا که از طرف حکومتی برای شما داده شده و حکومت هم آمده روزی که امری اومد به نام امری 1825 که سوار شما تخلیه کنید به شارواله و محسن محترم آقای خان تحویل کنید که سوار ما سایی سرسبز می سازیم.
ما مخالف سرسبزی نیستیم، مخالف بیادر تمدن کشور خود نیستیم. ما درای رفاه و درای روشنسازی منور ساختن خود مردم حرکت داریم. هیچ وقت مخالف حرکات بعد ما هیچ وقت مخالف تمدن خود، مخالف برادر سرسبزی خود نیستیم. اگر سرسبزی میخوان چمن حضوری بیشتر از 150 جریب زمین است. برای میگه سرسبزی است که منبع فحاشا و منکرات و مواد مخدر است. باز اگر میخوان یک کدام سایه بسازن، ما مخالف کدام کار بارشون اگه هستیم، سرک نگرفتیم، پیاده رو نگرفتیم. برای ما یک بدیل مناسب، یک جای مناسب تا. این گرده همایی ما یک موضوع دادخواهی است، این تظاهرات نیست برادر. این نه با سیاست کار داریم ما، نه با کدام زنده باز کار داریم، نه با کدام مرده بازش. که هیچ گروه ما برادر نه داد داریم، نه طلب داریم، فقط کار ما نشر و پخش و اشاعه کتاب علم و فرهنگ به مردم است. بس خلاص. دیگه این کدام موضوع سیاسی و جنبه سیاسی و چیزا نداره. ما فقط بدیل مناسب میخواهیم و دولت و شوروالی که ما مسامحه کنه و تقریبا همین جای کمی برای ما تمدید کنه تا مردم معاملات پولی خود، معاملات زندگی خود با اطرافی که دارن کتاب دارن جمع کنن و من الله توفیق. تشکر کنم. خاص دیگر نیست، فقط جای مناسب که مردم با سهولت و آسانی بتونن کتاب از اونجا بگیرن. نه یک جایی باشه که سیاستان هم بیادن محصول هم بیادن که دسترسی کردن. کتاب جای مرکزیت و جایی که مردم به سهولت بتونن دسترسی کتاب داشته باشه. بس خلاص. تشکر. بخیر باشید. تشکر. خوب. خوب دوست عزیز، شما هم با ما هستین. میبینین که کتاب فروشی ها را در اینجا اینا امروز به خاطر دادخواهیشان بسته کردین و اینجا هم نوشته از بهترین یار وفادار کتاب است. بیشک کتاب است. ای که ای آقای خان کی است و به خاطر چی اینجا را خریداری کرده، ایره دقیق ما هم نمیفهمیم که گپ اینا چی است و چی میخواین و اینا چی میگن. همه ای کتاب فروشی ها بسته از دکانهایشان و اینا هم دست به دادخواهی زدین تا ای که به صدایشان گوش شوه و یک جای مناسبی را در اینا پیدا بکنه و بتن برشان تا ای که بتانن یا کتابهای خود به فروش برسانن. البته دوست عزیز، نظریات هموطنان ما را هم شما دیدین که همشان نظر دادن و این هم دکانهایی است که داخل بیرون همه جایش بسته است و ما دو سه بار یک گزارش هم از اینجا داشتیم از این کتاب فروش ها که واقعا کتاب های بسیار به قیمت مناسب ارزان از اینجا میتونست که یک هموطن ما به دست بیاره. شاید زیادتر کتاب فروش ها زیاد هستن، اما این کتاب فروش های مناسبی بود که یک کتاب ها میتونستیم به قیمت مناسب به دست بیاریم. اما این که امروز اینا بسته هستن و دست اینا هم به دادخواهی زدین و نتونستیم که دکان ها را باز بکنن که دکان های اینا را تخریب میکنن. دوست عزیز، اینجا لوحای هم این دوستای ما زدین در اینجا که در هر کدامش هر شعار در اینجا نوشته کردیم و هر شعار را نوشتن. اینجا یکیش نوشته از دادخواهی اتحادیه ناشران و کتاب فروشان جوشیر کابل به خاطر تخریب ادانه مرکز نشر علم و فرهنگ در کشور، کمیته فرهنگی اتحادیه ناشران و کتاب فروشان جوشیر. ها خود دوست عزیز، ما میخواستیم که بریم همراه شاروالی کابل یا شاروال کابل بتانیم یک صحبت داشته باشیم تا ای که در مورد از این تخریب این کتاب ها نظر خدا بده، اما متاسفانه که در امی روزهای نزدیک شاروال کابل به مولیسی جرگه کشور به سارمالی معرفی کرده، نتونستیم کمرای اونا صحبت بکنیم یا نظر اونا را در این مورد بگیریم. اما نظر ای که کتاب فروش ها را ما داشتیم، نظرشان را گرفتیم که چی نظر اینا داشتن. پس دوستای عزیز، گزارش امروزی ما که از کتاب فروشی، از تخریب کتاب فروشی جوشی بود به پایان میرسه. تا گزارش بعدی همتون را به خداوند بسپارم و خدا کنه که برای کتاب فروش ها یک جای مناسبی پیدا شود و جای خوبتری را برای اینا حکومت مساعد بکنه تا ای که بتونن اینا به کار بارشان ادامه بدن کتاب بفروشن، چون این جای کتاب فروشی واقعا جایی است که میتونن به قیمت مناسب همه هموطنای ما از اینجا کتاب به دست بیارن و کتاب بخرن. پس دوست عزیز، خدا نگهدار. بای بای.